24 اپریل روز در واقع جهانی جنوساید ارمنیان هست در ترکیه، یعنی نسل کشی توسط ترک های جوان بین سال های 1915-1916. بله، این هم تصاویر خیلی خیلی غم انگیزی است از وضعیت ارامنه در اون عصر اون دوره، که البته تبعیض. بله، این ببینید، این یک مارچی است، مارچ مرگ به این میگفتن، که ارامنه رو جمع آوری کردن و پیاده بدون آب و غذا تا سواحل سوریه دوانیدن و بسیاری مردن در بین راه و در واقع در این مسیر کشتار و تجاوز و گردن زدن و تیرباران و همه اینها بوده است. و این هم اجساد کسانی هستند که عرض کنم که ترک های عثمانی کشتن. بله بله، اینا تصاویری است از اون روزگار، واقعا شگفت انگیز. و دولت ترکیه امروزین زیر بار این قضیه نمیرود، یعنی جنوساید رو قبول نمیکنه، در حالی که در واقع بیش از 800 شاهد زنده مصاحبه شده است، اینها شاهدان عینی بودند بر این جنایت هولناک ترک‌ها کردند و این در واقع نسل‌کشی که از ارامنه کردند در بین اون سالها و قبلش و قبلش و بعدش. در واقع این داستان تبعیض علیه ارامنه، این منحصر به 1915 و 16 و ترک‌های جوان نبوده، پیش از آن هم چندین قتل عام ما داریم در دوران عبدالحمید و قبلش، و چه تبعیضاتی علیه ارامنه. و اینها عکس هایی است که از اون روزگار باقی مونده است، شاهکار عرض میکنم ترک های جوان و عثمانیان. بله، واقعا تصاویر شگفت انگیزی است از اون روزگار بر جای مونده. روز 24 اپریل روزی است که بین 250 تا 300 نفر از الیت ارامنه رو دستگیر کردند و بردن. بله، کسانی که دانشمند بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن، بردن و تیرباره کردن، کشتن در واقع. و در همون روز 5000 نفر دیگر از ارامنه هم به قتل رسوندن. واروژان که شاعر بوده است، بله، گریگور زهراب در واقع نویسنده بوده و رمان نویس، سیامانتو گفتن شاعر بوده، روبن شاعر بوده است، بعد اینجا ورامیان که اینا از سران حزب داشناک بودن، روبین زارتاریان چهره ادبی، دکتر پاشایان، اینها عرض کنم که تعدادی کسانی بود که توانستم اینجا نامشون رو گیر بیارم، از دوست گرامی گرفتم اینجا و به قدر سندم. عرض کنم ارمنستان جایی است که غرب آسیا به شرق اروپا به هم میپیوندد و یک سرزمین بسیار بسیار قدیم هست، یعنی در واقع تمدن در اونجا در عصر برنز اونجا به وجود آمده است و در یک غاری که کشف شده است قدیمترین کفش چرمین در اون منطقه بوده. مدنیت یعنی پادشاهی ارمنستان حدود 600 سال قبل از میلاد برقرار شده. در واقع در مقطع تولد مسیح بسیار بسیار ثروتمند و نیرومند بوده است و عرض شود که این مدنیت همواره در واقع در جنگ بوده است با آشوری ها، ایرانی ها، بعد مغول ها، عرض میکنم که ترکان عثمانی و اینها. آینه این عرض کنم که مردمی که در اونجا بودن یعنی ارامنه آینه مهر بوده، آینه مهر. حالا من در این در واقع نوشته های این فیلسوف فرانسوی رنان میخوندم که نوشته بود که ایرانیان چنین دینی به وجود آوردن، اما ممکن است که در واقع بر اثر تأثیرات یک جای دیگری بوده، اما او نام نمیبرد. و بعد اون جای دیگر شاید ارمنستان بوده، چون آیین مهر در اونجا بوده، مهر پرستی بوده. و بعد یک مسابقه ای بود بین امپراتوری روم و امپراتوری ساسانیان برای ملحق کردن ارمنستان به خاک یکدیگر. نامه های در دست هست در این کتاب ساسانیان، تحقیق مرحوم استاد کریستنسن، اونجا آمده است که چگونه نامه نگاری ها می شد و پادشاهان ساسانی فشار آورده بودند به
در واقع ارامنه در اونجا که هر کسی زرتشتی بشه بعد ما چنین میکنیم و چنان میکنیم، پاداش میدهیم، شغل خوب میدهیم. و مدتی میگویند که متحیر بودند که چه چیزی رو بپذیرند، آیین زرتشت یا آیین مسیح. و سرانجام حدود 40-50 سال بعد از عرض کنم که قبلت مسیح، مسیحیت در اونجا رشد کرده است و به مسیحیت گراییدن. یک نامه تندی هم یکی از این اسقفا نوشته است به یکی از این موبدان زرتشتی در باب دین، این در کتاب آقای کریستنسن این نامه چاپ شده است، و به مسیحیت گراییدن. در طول این قرنها هم البته همونطور که عرض کردم حملات بوده است از سوی مغول‌ها و غیره و اینها. قرن 15 تا 16 هم هست که امپراتوری عثمانی این منطقه رو گرفت. در واقع امپراتوری عثمانی جمعی این ترک‌ها بودن، آمدن رفته رفته از ایران عبور کردن، رفته رفته جمع شدن در این منطقه ترکیه امروز و جنوب ترکیه و جنگ کردن و در واقع پایتخت امپراتوری روم شرقی رو ساقط کردن. چه جنایاتی هم اونجا کردن بماند. شما نگاه کنید به تاریخ این عثمانی، ترکان عثمانی، در واقع هیچ چیز قابل توجهی اینا در هنر تولید نکردن. یک چیز جالبی که ما بخوایم نام ببریم بگیم که آقا این هم خدمات اینها بوده است به عرض میکنم مدنیت بشه. یک دوستی من داشتم خیلی خیلی دانا بود نسبت به این قضايا، میگفت در روزگاری در اروپا آرزو میکرد امپراتوری عثمانی سقوط کنه، یک کسی گفته بود آقا اگه میخوای سقوط کنه ارمنی‌هاشو بدزدی. یعنی کارهای فنی، چون عرب و ارامنه مردمان صنعتگر و هنرمند و کاری بودند در هر جامعه که بودند. این است که این لطیفه هم هست که آقا اگه میخواید که امپراتوری عثمانی سقوط کنه ارامنه رو بدزدین از اینا، خودشون کاری بلد نیستن. حالا یک چیزی هم در بیوگرافی مولانا هست که میگویند که افلاکی که در واقع بیوگرافر او بود غیب شد یکی دو روز. مولانا میگن این چی شد این افلاکی اینا، و میره سر بزنه میبینه بله منظرشو درست میکنه. میگن افلاکی چه میکنی؟ میگن یک معمار ترک آوردم اینجا دارم خانم تعمیر میکنم. گفت بابا جان ترک برای خراب کردنه، شما بایستی یک معمار رومی میآوردی اینجا. مقصود این که اینا نام خوشی نداشتن، یعنی جز تخریب مدنیت چیزی از اینها کسی ندیده. چنگیز خان مغول و نمیدونم تیمور لنگ و آتیلا و هر شاید که اینها جز این که مخرب مدنیت بودن تولید مدنیت نکردن. در این دوره ها میدونید که زبانشون هم زبان فارسی بود، زبان رسمی دربار عثمانی زبان فارسی بود. شما هم به ایبه مراجعه کنید، کتاب های فارسی که در اون زبان چاپ کردن دارن میفروشن، چون یه زبان مهملی رو اختراع کردن. یعنی ما هم صاحب زبان هستیم. کدوم زبان؟ یه چیز اختراع کردن برای خودشان. عرض کنم از چپ به راست و اینا مخترعات آتاتورک. عرض کردم آتاتورک به دکتر غنی بار سوم هست اینو میگم به خاطر بعضی جریانات بعد نیست تکرار کنیم. میگه آقا شما یک ملتی هستین با چند هزار سال تاریخ، با جغرافی، با مدنیت، با فرهنگ. من جعلی باید اینجا عرض کنم ملت بسازم، جعلی باید این مملکت درست کنم، جعلی هم باید زبان بسازم. کار من خیلی خیلی مشکله. باری اینها مردمان بسیار خشنی بودند و بروت فورس، یعنی در واقع نیروی خام. چگونه عرض کنم، یه فیلمی هم درست کردن به نام در حریم سلطان، در صورت یه گوشه هایی هم از این مفاسد اینها رو نشون در اینها چه بود. بله عرض میکردم زبانش هم زبان فارسی بود، بعضی اینها به زبان فارسی شعر میگفتن، اما زبان رسمی عثمانی ها تا عصر جدید زبان پارسی بود، پارسی دری، همون گونه که زبان رسمی چند قرن امپراتوران هند اون هم زبان پارسی بود و هست. و شما تشریف ببرید به هندوستان، چندین ده هزار شاید کتاب هاست که در این دوره ها به زبان پارسی نوشتن، شعرهای هندی به زبان پارسی. بعد خب بالاخره نفوذ ایران رو انگلیس ها قطع کردن و روزگار به گونه دیگر شد اینها، اما لغات پارسی آنجا هست در زبان هندی و در زبان ترکی هم. باری تا اونجا که به ارامنه مربوط هست، در واقع در اون مقطعی که ما صحبت میکنیم، آماری که یک دموگرافر انگلیسی به دست داده است، قریب 3 میلیون ارمنی گزارش کرده است که این ارامنه در بخش‌های شرقی
و در بخش های غربی زندگی می کردن و بعض الیت که در خدمت دولت بودند و اینها در همین کنستانتیناپل یا همین استانبول بودند و بیشتر ارامنه رو در فقر مطلق در دهات و اینها چیز کرده بودند و رفتار مسلمانان ترک با ارامنه بسیار تبعیض‌آمیز بوده است. یک انگلیسی که در اونجا رفته بود است برای تحقیق میگوید که یونانی و ارمنی رو در ردیف سگ و خوک میدانند. اگر یک ارمنی حرکت میکند سایش به یک ترک بیفتد، به صورت او تف میاندازد و جرم آن این است که بیاید و کفش های اون ترک رو واکس بزند. شما فکرشو بکنید. اینجا نوشته است، اینجا ببینید، این آقا اسمش هست در واقع ویلیام رمزی، میگوید در سال 1890 میگوید در اونجا بود و میگوید که بله، میگه که ارمنی ها و یونانی ها were dogs and pigs to Turks. بعد اینجا میگوید که اگر که یک ارمنی سایه بیاندازد به یک ترک، عرض میشود که این میبایستی که بیاد و گل و چیز کفش این آقا رو پاک بکنه. و وضعیت خیلی خیلی عجیبی گزارش کرده است از اوضاع احوال ارامنه که مسیحی بودن و اینها رو کافر میگفتن، کافر، خارج از دین، و تحریک میکردن که شما با اینا هر رفتاری میخواید بکنید بکنید، اینا خارج از دین هستن و اهل ذمه، اهل ذمه. همونطوری که در صدر اسلام عزیز رفتار مسلمانان و غیر مسلمانان رو میدانی و بنده به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم، اهل ذمه اینا کسانی بودن که میبایستی که یک مالیاتی میدن تا بتوانن دین خودشون رو داشته باشن. اهل کتاب، اهل کتاب، بله. و مالیاتی هم که میگرفتن، خدمتتون چندی بار گفتم، اما از بس خیلی قشنگ هست این رفتارهای اسلامی نسبت به غیر اسلامی، اینجا عرض میکنم که نماینده اسلام اونجا مینشست و مثلا ارامنه یا زرتشتی ها میامدن و مالیات رو میدادن. همه که جرأت نداشتن، حق نداشتن که برن مالیات هاشون رو پرداخت کنن، میدادن به یک ریش سفیدی، یک آدم معتمدی، یک مرد بزرگواری که بره آقا مالیات اسلامیش، مالیات دینش رو بره بده به اینا دزدای بیابان. بعد یک پاسداری هم اونجا قانون بود که دو پاسدار که حضور داشته باشن، بعد این پول رو میگرف ازش، میذاشت زیر همون تشکش، نهالیش بلند میشد، یک سیلی محکم مینواخت در گوش این که ای فلان فلان شده کافر، مالیات تو دیر ندی. بعد با پس گردنی اردنگی میانداختنش بیچاره رو بیرون. یعنی رئیس اون قوم در ارمنستان هم وضعیت به همین روزگار بوده و روز 24 آپریل یکی از اون روزاست. وقتی شما تاریخ عرض بکنید این رفتارها رو نگاه بکنید، در میابید که چه خبر بوده. یک آماری هم اینجا هست که در کدوم منطقه از بالکان بودن ارامنه تا بخشای شرقی ترکیه امروزین، و بعد بین سالهای 1840 تا 1000 عرض میکنم که 880 هست که سخن از رفرم پیش آمده. یعنی کشورهای مسیحی صاحب قدرت مثل روسیه، انگلیس و فرانسه فشار آورده بودند به این عرض میشود که ترکان که شما رفتارتون با مسیحی ها بدین وجه درست نیست، شما بایستی که سکند هند سیتیزن نداشته باشید به قول امروزی ها. این چه داستانیست؟ اینا مرتب قول میدادن که بله ما حتما یه کاری انجام میدهیم و چنین و چنان میکنیم، اما هیچ موقع هم هیچ گونه توجهی به این داستان ندارن. یک اداره همزمان اون عبدالحمید درست به نام تنظیمات، اداره تنظیمات درست میکنیم که رسیدگی بکند که کسی به کسی ستم نکند. ولی اینها همه صحبت بود، اینها همه چیزهایی بود که هیچ گونه حقیقتی در این داستانها البته نبود. رفته رفته روشنفکران ارمنی عرض میکنم که در اروپا به تحصیلات مشغول شدن و بعض ترکان هم البته از خود ترکیه سکولارها به وجود آمدن، لیبرال ها به وجود آمدن. در بینا بین هم
آدم های کل شق ناسیونالیست متعصب نجات پرست هم البته بودن. بعد روشن فکران ارمنی آمدن و احزاب مختلف ساختن که داشناک بوده، داشناک اینا همه اسمش اینا هست، که برای سیانت از حقوق ارامنه اینها فعالیت بکنند و فعالیت هاشون هم شروع شد. از اون سو در بین ترکان ما عرض میکنم که سکولارهای لیبرال داشتیم که اینها در واقع معتقد بودند به برابری ارامنه با بقیه، یعنی با مسلمانانی که اونجا هستن. اونها یکم فاشیست بودن در واقع، اون مثلا وطن دوستان و ناسیونالیست های ترک، اونها خیلی موافقت با این امر نداشتن. داستان های اینا البته خیلی خیلی مفصل از درگیری های بسیار انجام شده در عرض میکنم که جنگ های روسیه با صحبت که همین ترک ها بخش های شرقی ارمنستان رو گرفتن. خب ارامن از فشاری که اینها به اینها وارد کرده بودن امیدی داشتن که روسا به اونها کمک بکنن، و بعد عرض می شود که اینها تهمت می زدن که ارامنه با روس ها هستن چنین و چنان. قضایای خیلی خونینی که من به بعض اینها اشاره می کنم در این مقاله که در دست من هست، عرض می کنم که یک پریودی هست بین 1894 تا 1896 به نام قتل عام حمیدیان، در واقع حمیدیان مساکر، یعنی قتل عامی که منتسب هست به سلطان عبدالحمید. یک کنفرانس گذاشتن به نام کنفرانس برلین که اینها رو مجبور بکنن که یک برابری برقرار بکنن. این سلطان عبدالحمید دستور داد به مسلمانان منطقه که شما با اینها هر رفتاری دلتون میخواهد بکنید، و یک کشتاری در اونجا انجام دادن، تکس های فوق‌العاده گرفتن و کارهای وحشتناک دیگر که اصطلاحاً به اینها میگوید که حمیدیان مساکر، یعنی کشتار یا قتل عامی که به این سلطان مربوط هست. این قتل عام رو کسانی که گزارش کردند در بین سالهای 1894-96 بین 100 هزار تا 300 هزار نفر گزارش کردند. بعد ما میرسیم به یانگ ترکس و انقلاب 1908. توضیح میدم خدمتون که سه جور پولیتیکال پارتی ارامنه به وجود آوردن که یکیش داشناک. ما با این واژه داشناک آشنا هستیم چون تعدادی ارمنی هم میدونید که به ایران آمدن، یا فروم خان رو میشناسیم و کری و دیگران که چه فداکاری ها کردن در مملکت ما در پیشبرد مشروطه و جنگ هایی که شد. واقعا این نام یفرام خان همیشه جاویدان خواهد بود. تقی‌زاده میگوید یفرام خان مثل ناپلئون بود، میگوید از کسانی که به مشروطه خدمت خیلی خیلی مهم کردن یفرام خان بود، که میگوید در هیچ جنگ شکست نخورد چون در اون مقطع مشروطه به این آسانی باقی مانده قاجار رها نمی کرد. حالا گذشت از قبایلی که به میدان آمده بودند و اینها، ما شاه و سلطنه رو داریم، سالار و دولت رو داریم، از خود محمد علی شاه مخلوع رو داریم که از روسیه برگشته با هزاران سرباز و سوار و سپاه و غارت می کرد دهات و یکی کی میمد جلو. همین سالار و دولت ها نزدیک تهران هم آمده بود و دیگران. اینها رو در واقع ملیون که در تهران بودن، این جنرالشیپ بر عهده یفرام خان بود و سردار اسعد در واقع، اما استراتژی جنگ ها با یفرام خان بود که بعد رئیس شهربانی هم شد و در جنگ شوریجه کشته شد. تعقیب میکردن همین باقی مانده قاجار رو، یک تیری از قلعه آمد و به صورت یفرام خان خورد. اینها ما با اینها آشنا هستیم. بعد اینجا سخن از ریولوشن 1908 هست و ترک های جوان. این ترک های جوان را هم ما اسمشون رو شنیدیم. بله، عرض می شود که این ترک های جوان می گوید که آمدن و بعد از این که این عبدالحمید رو برداشتن و در واقع کانستیتوشنال مونارکی اعلام کردن، اون عده وطن دوستان و مسلمان های دو آتشه بر این بودن که این خیانت به اسلام بوده. شما امروز هم اگه صحبت کنی با وهابی ها
لعنت میفرستن به ترک های جوان و آتاتورک و اینا که چرا اینها خلیفه اسلام رو سرنگون کرد. مطلب دیگری که خیلی مهم هست این است که حدود 1870 یونانی ها توانستن از شر ترک ها راحت بشن. بالکان هم نواحی بالکان جدا شدن، در حقیقت 85% مستقلاتش امپراتوری عثمانی که اروپایی بود از دستشون جدا شد و اینها آمدن مسلمان ها رو بیرون کردن. مسلمان ها جا بیرون کردن، مسلمان ها که البته بیچاره ها خب اونا گرفتار این بدبختی ها شده بودن، آمدن به مناطقی بودن ارمنشی بودن، دیدن آقا ارامنه نمیدونم وضعیت بهتر از اینها دارن و اینها میگفتن که چگونه است که وضع کفار بهتر از وضع مسلمانان است، زار زندگی اونها رو بگیرید و بدهید به مسلمانان. این جنایت بزرگ منسوب هست به ترک های جوان. وقتی که طلعت پاشا و یه پاشای دیگر اینا حمله کردن به بخش های شرقی که روس ها رو شکست بدهن، اینا یک شکست مفتزهانی از روس ها خوردن و گفتن ارامنه با اینها همکاری میکردن. بنابراین دستور دادن که این آقا وزیر دفاع بود که ارامنه جوان رو شما اسلحه‌شون ازشون بگیرین که در ارتش نباشن و اینها رو ما به شما گفتن بفرستین حمالی، در واقع کسی که اصطلاحا میگفتن حمال، یعنی کسی که کارهای بدنی بکنه و تو لوجستیک کار بکنه و اینها. و دانایان ارامنه متوجه شدن که این مقدمه برای در واقع قتل عام ارامنه هست و اینجا حوادث خیلی درهمی هم اتفاق افتاده. مثلا در دفاع از وان 1500 ارمنی بیشتر نبودن، اینا گفتن اگه ما از خود دفاع نکنیم همه ما رو اینها میکشن. جمعا 300 تفنگ داشتن و چند اسلحه دستی که اینها جلو ارتش عثمانی رو گرفتن که بقیه ارمنی رو نکشن. با این وجود از صحبت که آمدن وارد دهات می شدن، خانواده ها رو جدا می کردن و در همون دفمارچی که ملاحظه فرمودید به سمت سهاری سوریه می فرستادن. بزرگان ارامنه رو گرفته بودن و اینها رو تیرباران می کردن. بله، به یک وضعیت واقعا هولناکی. البته انگلیسی ها و اینها سعی کردن که به طور کل این ترکیه رو بای 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 چه عکس هایی مزمحل بکنن در جنگ گالیپولی، اما موفق نشدن. یعنی نیروی دریای انگلیس بود و کمک فرانسه بود و یونانیا بود و اینها، و اینها شکست خوردن، در واقع شکست خوردن. و بعد از اینکه این ماجرا در واقع گذشت و طی شد، یک داستان جهانی شد. اما دولت ترکیه همونطور که مطلع هستید هرگز این جنوساید رو قبول نمی کند. می گوید که ما این کارها رو نکردیم، اینها رو به خاطر سیفتی خودشون ما نقل مکان کردیم. و داستانها، یک محقق ارمنی هم هست در UCLA، نامش بنده نمی دونم، و با 800 نفر از شاهدان اینها مصاحبه کردن و این یک گره کوری شده است حتی در سیاست آمریکا با ترکیه. بسیاری از سناتورهای آمریکایی قبول دارن که این جنساید بوده چون دلایلش هست، اما دولت ترکیه به طور کل این داستان رو قبول نمی کند که ما جنساید انجام دادیم، چون شاید اگه بگوید ما جنساید کرده ایم مجبور باشن که جبران بکنن. شاید کما اینکه در حمل و نقل سیاه پوستان با آمریکا که این کار بیشتر انگلیسی انجام می دادن، از آفریقا اسیر میکردن میامدن، داستان برده فروشی میگوین 1 میلیون نفر، سیاه پوستان میگوین 100 میلیون نفر، اینا فقط در راه ها مردن. اینا چیزهاییست که دولت ها معمولا متاسفانه قبول نمی کنن. ولی اینا تصاویریست که از همون روزگار باقی مونده. یکی از این افسران ترک ایستاده بوده است در یک دهی، دستش آورده بودد روی زانوش، گفته است من هر ارمنی که از زانوی من بلندتر باشه، یعنی غیر از بچه های خیلی کوچک، همه رو خواهم کشت. و همین کار رو هم انجام دادن. در باب آتاتورک من تحقیق در مفصلی بنده ندارم در این باب. بعض دوستان ما بر این هستن که شخص آتاتورک هم در این ماجرا دست داشته است. شما می‌دونید آتاتورک
فرماندهی داشت بر ترکهای جوان و ارتش جدیدی که آمده بود و در واقع ترقی میخواست و تجدد و اینجور چیزها. بخش اول قرن بیستم یکی از خونین ترین بخش های تاریخ بشر هست. در واقع ما این تعداد ارمنی رو داریم که کشتن در ترکیه، بله، و بعد عرض کنم آلمان نازی رو داریم، بعد استالین رو داریم، حکومت کمونیستی استالین مشهور است قریب 30 میلیون از مردم روس رو به قتل رسونده. بسیار بسیار دوره خونینی بوده این نیمه اول قرن بیستم. ما دو جنگ داریم، جنگ جهانی اول بین سال 1914 تا 1918، جنگ دوم رو داریم که در واقع 1939 آغاز شده. خب کشتار در جنگ یک مطلب هست، اما طرح سیستماتیک برای کشتن یک گروه و برانداختن یک نسل، اینها چیزهایی است که تاریخ فراموش نمی‌کنه. مثل طرح نازی‌ها برای نسل‌کشی یهودیان که این در این هیچ گونه تردیدی و هیچ گونه شکی نیست، یادداشت‌ها هست از سربازان آلمانی. فریشم نگاه می‌کردم در یکی از این فیلم‌های مربوط به همون تاریخ، عرض میکنم حمله آلمان ها به روسیه، که اونجا قریب 1 میلیون یهودی رو آوردن و به قتل رساندن، یا کاری که ترک های عثمانی با ارامنه کردن. اینها چیزهای فراموش نشدنی است. یعنی طرح دولتی و سیستماتیک، پالیسی دولت برای از میان بردن یک نسل. حالا در ایران نسل کشی نبوده، اما طرح دولتی است که با بهائیان رفتارشان این گونه باشد. خب نوشته نمیشه در قانون. شما کوچکترین امضایی از هیتلر پیدا نمیکنید که نوشته باشد بله یهودیان را از بین ببرید. اما همه میدانن سیاست نازی ها چه بوده. یا در امروز ایران همه میدانن که شما بهائی باشید در ایران وضعیت چگونه است. یه چیز دانسته است. سیاست این دولت هست که بهائیان مملکت ما زیر فشار باشن. امروز هم تعدادی از عرض میکنم که الیت جامعه بهائی رو، یعنی اینا همون کارا ترکا رو میکنن، اگر که میتوانستن باور کنید قتل عام هم میکردن. سیاست دولت بر این باشد که گروهی از مردم اون سرزمین رو، و بهانش هم این انداختن که اینا خائنین هستن و جاسوس روس‌ها هستن از اینجور صحبت ها، و نسل‌کشی کردن. یعنی یک روزی میرسد که همین دولت ترکیه هم زیر فشارهای جهانی قبول کند که نسل‌کشی انجام شده و قریب 1.5 میلیون نفر از 3 میلیون نفر یهودی رو، ببخشید ارمنی رو، اندکی بعد از همین امپراتوری عثمانی به قتل رساندن و کشتن. و نزد ارتدوکسی اسلامی این خیلی خیلی با آه و افسوس بسیار توام هست که آقا اینجا در واقع مسقط و رأس اسلام بود. میدونی که اینا با تقلب این ترک‌ها آمده بودن، یه منبر تقلبی و یک شمشیر تقلبی و یک دندان تقلبی هم آورده بودن که مشروعیت خلافت رو از آن خود بکنن، و عرض میکنم که مکه هم گرفته بودن اینها، خادمین حرمین هم در واقع لقب گرفته بودن امپراتورای اینها، و کل منطقه رو جز ایران رو تونستن بگیرن و امپراتوری اسلام رو تشکیل بدن و که بخوان اروپا رو هم بگیرن و جهان مسیحیت رو هم به اسلام درآورن، که البته توفیق پیدا نکردن. و دو قرنی که قرن ترقی و تعالی بود و پیدایش دانشمندان و نمیدونم اختراعات بزرگ و روشنفکران و اندیشه های مختلف مترقی در ترکیه، خبری نبود. این از که عقب افتاد و برای یک قرن و نیم به کشور ترکی میگفتن سیک من آف یورپ، یعنی مرد مریض اروپا، آدم مریض اروپا. و وقتی رسیدیم به جنگ جهانی اول، در اون مقطع دیگه کشور کاملا ضعیف عقب مونده ای بود که در واقع آثار تجدد به وجهی که بتواند جامعه رو همگام بکند با کشورهای اروپایی نداشت، بنابراین یک وسیله ناجوری بود در اون منطقه. و عرض می کنم که
سقوط کرد اون دولت و اون امپراتوری، یکی از این امپراتوری هاست که در عمر ما در واقع سقوط کرد و چیزی دیگه به نام امپراتوری عثمانی بر جا نیست. اما امپراتوری دراز مدتی بود، به حدود 600 سال به زور در واقع و با میلیتاریسم میتوانم عرض کنم خدمت زندگی کرده بود. و همین سلطان سلیم که به ایران حمله کرد و جنگ چالدورانش خیلی مشهور هست، شاه اسماعیل، اینها میگن رد میشه از کنار یک شهری، گفت ببینیم از این رافضی ها تو این شهر هم هستن کسی؟ گفتن قربان قریب 40,000 رافضی خارج از این، یعنی شیعه بیچاره، در این شهر هستن. آمده گفته ما خائن پشت جبهه لازم نداریم، و این 40,000 نفر رو دستور داده به قتل رسوندن. اینا داستان هایی است که در پرونده این امپراتوری عثمانی بوده است.